داستان ضرب المثل دوست باش و مرد باش. در دوره‌ای که محل سکونت مسافران در کاروانسراها بود، نوع ساخت کاروانسراها در هر شهر بنا به نوع مصالح ساختمانی در معرض، آب و هوای آن شهر و بزرگی شهرها متفاوت بود. در یکی از شهرهای بزرگ ایران کاروانسرایی وجود داشت که بسیار مشهور بود و دلیل شهرت این کاروانسرا به جز بزرگی و اتاقهای زیادش، دیوارهای بلند و در بزرگ آهنیش بود که از ورود هر گونه دزد و راهزن به آنجا پیشگیری میکرد. بازرگانان و تجاری که شب را در این کاروانسرا میماندند با خیال آسوده شب را در آنجا استراحت میکردند و فردا به راه خود ادامه میدادند. سه دوست که آوازه امنیت این کاروانسرا را شنیده بودند، تصمیم گرفتند هر طور شده وارد آنجا شوند و به اموال بازرگانان دست برد بزنند. این سه نفر هرچه فکر کردند، دیدند تنها راه ورود به کاروانسرا از زیر زمین است، چون دیوارها خیلی بلند است و نمیتوان از آن بالا رفت. در ورودی هم از جنس آهن است. در ضمن درها نگهبان شبانه روزی داشتند و نمی توانستند از آن وارد شوند. به همین دلیل شروع به کندن زمین کردند. چند روزی طول کشید تا پنهانی و دور از چشم مردم از زیر زمین تونلی را حفر کردند و در نهایت از چاه وسط کاروانسرا خارج شدند. همه چیز برای برهم زدن آوازه امنیت کاروانسرا آماده بود. فقط کافی بود شبی وارد کاروانسرا شوند و اموال بازرگانان را سرقت کنند. همینطور هم شد. آن سه نفر از تونل زیرزمینی وارد کاروانسرا شدند و اموال بعضی از بازرگانان را برداشتند و از همان تونل خارج شدند. صبح خبر سرقت از کاروانسرا به سرعت در میان مردم پیچید و به قصر حاکم رسید. حاکم شهر که بسیار تعجب کرده بود، خودش تصمیم گرفت این موضوع را پیگیری کند. به همین دلیل راه افتاد و به کاروانسرا رفت و دستور داد تا مأمورانش همه جا را بگردند تا رد پای از دزدها پیدا کنند. مأموران هرچه گشتند نشانه‌ای پیدا نکردند. حاکم گفت چون هیچ نشانه ای از دزد نیست، پس دزد یکی از نگهبانان کاروانسرا است. خودش بیاید اعتراف کند، وگرنه همه را مجازات می کند. دزدها وقتی از تونل خارج شدند به شهر بازگشتند تا ببینند اوضاع در چه حال است و هنگامی که متوجه شدند نگهبانان بیچاره متهم به گناه ادا کرده شدند، یکی از دزدها گفت این رسم جوانمردی نیست که چوب اعمال ما را نگهبانان بخورد. پس جلو رفت و گفت نزنید، این دزدی کار من است. من از بیرون به داخل چاه وسط کاروانسرا تونلی کندم. دیشب از آنجا وارد شدم و بعد از برداشتن اموال مسافران از همان مسیر دوباره برگشتم. حاکم خودش بر سر چاه رفت و چون چیزی ندید گفت شما دروغ میگویید. از اینجا که چیزی پیدا نیست. دزد گفت کسی را با طناب به داخل چاه بفرستید تا حفره‌ای که در میانه چاه حفر شده را ببیند. هیچ کس قبول نکرد به وسط چاه برود تا از تونلی که معلوم نیست از کجا خارج می شود بیرون بیاید. مرد دزد که دید هیچ کس این کار را نمی کند، خودش جلوی چشم همه از دهانه چاه وارد شد و از راه تونل فرار کرد. مردم مدتی در کاروانسرا منتظر ماندند تا دزد از چاه بیرون بیاید، ولی هرچه منتظر شدند دزد بیرون نیامد، چون به آسانی از راه تونل فرار کرده بود. همه فهمیدند که دزد راست گفته، ولی دیگر فایده‌ای نداشت، چون دزد باز هم از آن تونل استفاده کرده بود و از مهلک جان سالم به در برده بود. تا که مجبور شد دستور دهد نگهبانان بیچاره را آزاد کند. در همین موقع یکی از تجاری که اموالش در کاروانسرا به سرقت رفته بود گفت اموال من حلال دزد. دزدی که تا این حد جوان مرد باشد که محاکمه نگهبان بیگناه را طاقت نیاورد و خود را به خطر اندازد تا حق کسی ضایع نشود، اموال دزدی نوش جانش.
با اینکه دزدی کار درستی نیست، ولی من اموالم را بر او حلال می کنم. ضرب المثل دزد باش و مرد باش کنایه از اشخاصی است که اگر کار اشتباهی انجام می دهند، اما اصول انسانیت و جوانمردی را زیر پا نمی گذارند. اگر از این داستان لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.